دزدی با لباس نظامی در شارع کندز بغلان، درگیری میان جبهه مقاومت و طالبان در کاپیسا و پاسخ تازه طالبان، پرتاب بم دستی به خانه یکی از اعضای حزب اسلامی در هرات، یک زن سقط جنین کرد، کشته شدن یک عضو طالبان در تخار، خانش نامه دختر دانش آموز افغان به جو بایدن در حضور وزیر خارجه آمریکا. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. دزدان با لباس نظامی در شارع کندز بغلان دست به سرقت میزنند. 8 صبح کندز. شماری از رانندگان در شاهراه کندز بغلان میگویند که دزدان مسلح با لباس‌های نظامی و با استفاده از نام طالبان شبانگام در این شاهراه وسایط را متوقف میکنند و دست به سرقت میزنند. نصیر احمد یکی از رانندگان در این شاهراه روز دوشنبه 15 مقوس بر روزنامه 8 صبح گفت این دزدان در ساحات بغلان مرکزی جره خشک و گرداب مسافران را از موترها پیاده می کنند، پول، موبایل و دار و ندارشان را می گیرند. مسافران این شهر را از حکومت سرپرست طالبان می خواهند تا در قسمت تامین امنیت این شهر را توجه جدی کنند. مسئولان محلی طالبان تا کنون در این مورد چیزی نگفتند. گفتنی است که در حکومت پیشین نیز در این ساحات دزدان مسلح حضور پررنگ داشتند و همواره اموال مسافران را به سرقت می بردند. کشته شدن یک عضو طالبان در تخار. به گزارش اسپاتنیک، منابع به خبرنگار آماج در تخار تایید می کنند که یک عضو طالبان شام دیروز در مربوطات باغ ذخیره شهر طالقان مرکز ولایت تخار از سوی افراد ناشناس کشته شده است. به گفته منبع، افراد مسلح ناشناس اسلحه این طالب را نیز با خود بردند. انصارالله انصاری، مسئول اطلاعات و فرهنگ تخار، با تایید این رویداد به آماج این عضو طالبان را حافظ عبدالقدیر نامیده است. او میگوید که به زودی قاتلین او را شناسایی و بازداشت خواهند کرد. ادای حمله جبهه مقاومت بر یک قرارگاه در کاپیسا، طالبان تکذیب کردند. 8 صبح کاپیسا. منابع در جبهه مقاومت ملی ادعا میکنند که اعضای آنان بر یک قرارگاه نظامی نیروهای طالبان در ولایت کاپیسا حمله کردند. احمد سیفی از فرماندهان جبهه مقاومت شام روز دوشنبه 15 مقوس بر روزنامه 8 صبح گفت که این حمله شب گذشته بر یک قرارگاه نظامی در ولسوالی سیدوم کوهستان این ولایت صورت گرفته است. به گفته وی، در نتیجه این حمله 4 تن از نیروهای طالبان کشته و چندین تن دیگرشان زخمی شدند. او ادعا می کند که در این درگیری به اعضای آنان تلفات وارد نشده است. در همین حال، کریم الله وسیق، سخنگوی والی طالبان در کاپیسا، با رد ادای جبهه مقاومت می گوید که شب گذشته هیچ گونه درگیری در رسته دوم کوهستان رخ نداده است. گفتنی است که اعضای جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود گاه گاه از عملات بالای نیروهای طالبان خبر می دهند. طالبان اما پیشتر با رد این اداها گفتند که جبهه مقاومت حضور فیزیکی و حمایت مردمی ندارد. پرتاب بم دستی به خانه یکی از اعضای حزب اسلامی در هرات. 8 صبح هرات. در اثر پرتاب بم دستی به خانه یکی از اعضای حزب اسلامی در هرات، یک زن سقط جنین کرده است. گفته شده است که این بم دستی شام روز گذشته توسط دو فرد موتر سایکل سوار به خانه رئیس دفتر حزب اسلامی گلبدین حکمتیار پرتاب شده است. ادریس نعمتیار، فرزند حاجی عبدالغفار نعمتیار، رئیس دفتر حزب اسلامی در هرات، به روزنامه 8 صبح با تایید این رویداد میگوید که در کنار خسارات مالی، همسر برادرش نیز طفل 4 ماهه‌اش را سقط کرده است. او در صحبت با روزنامه 8 صبح می‌افزاید افراد ناشناس به قصد جان همه فامیل این بم را داخل خانه انداختند.
نیروهای طالبان پس از رویداد به محل آمدند، اما تا کنون هیچ کسی را در پیوند به این رویداد بازداشت نکردند. از زمان حاکمیت طالبان این نخستین رویداد از نوع انفجارهای ناشی از بم دستی است که در هرات به وقوع پیوسته است. هرچند تاکنون مقام‌های امنیتی طالبان در این باره ابراز نظر نکردند، اما مردم میگویند که آنها باید امنیت را تامین کنند. خوانش نامه دختر دانش آموز افغان به جو بایدن در حضور بلینکن. ملاله یوسفزای برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشر اهل پاکستان در دیدار با آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نامه ستوده فروتن دانش آموز 15 ساله هراتی را که عنوان جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نوشته شده به خوانش گرفت. ملاله گفته است که افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران از دسترسی به مکاتب متوسطه محروم شدند. در نامه ستوده فروتن نوشته شده است: آموزش بخش از صلح و ثبات فراموش شده افغانستان است. به عنوان یک دختر و یک انسان می خواهم بدانید که من حقوقی دارم. زنان و دختران حقوقی دارند. افغانها حق زندگی صلح آمیز و رفتن به مکاتب را دارند. روزنامه فاینانشال تایمز لندن نام این دختر دانش آموز را که در مورد تحصیل دختران در حضور مقامهای طالبان سخنرانی کرد در میان 25 زن تحصیل گذار سال 2021 اعلام کرده است. وی یک ماه پیش در محفلی که مقامهای محلی طالبان در هرات نیز حضور داشتند در سخنرانی کوتاه پرشور طالبان را تشویق کرد که اجازه ادامه تحصیل به دختران را بدهند تا در بازسازی کشور نقش داشته باشند. سخنرانی او در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی افغانستان خبرساز شد. تشکر از توجهتان. برای بهبود مطالب و ویدیوهای ما لطفاً نظریات و پیشنهادات خوبتان را با ما در میان بگذارید. تا ویدیوهای دیگر، الله نگهدار. کامگار و بهراز و سرفراز باشید.